بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. سلام، وقتتون بخیر دوستان عزیز، همراهان برنامه معراج. الحمد لله یک روز دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم و در خدمت جناب استاد بهرمند. سلام علیکم جناب. علیکم السلام و رحمت الله و برکات و سلامت باشید خدمت همه بینندگان محترم. سلام و عرض ادب داریم و ان شاء الله عنایات خاصه آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف شامل حال همه اونها بشه انشاءالله. انشاءالله. خیلی ممنونم از حضورتون دوستان عزیز. بینندگان تلویزیون امام حسین علیه السلام، همینطوری که مستحضر هستید، در برنامه دیروز هم عرض کردم خدمت شما که انشاءالله از این جلسه برنامه پخش زندهش 12:45 به وقت کربلای معلا هست و 13:15 به وقت مشهد مقدس. انشاءالله میتونید همراه ما باشید هر روز در این تایم. این به این علت هست که پخش زنده نماز از عتبه مقدس عباسیه به شما تقدیم میشه و شما عزیزان دوست دارید حال هوای حرم رو ببینید و مدیریت شبکه امام حسین علیه السلام این تصمیم رو گرفتن و ایامی رو اینطور در خدمت شما هستیم. بفرمایید روایت برنامه رو ببینید، بعد از روایت در خدمت جناب استاد بهرمن هستیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم أجمعين. هدف از بعثته پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم را باید تبیین کرد، برای دیگران باید روشن کرد و این کار آثار بسیار خوبی برای زندگی انسان ها دارد. وقتی با اهداف بعثت پیامبر اکرم آشنا شدن، این باعث میشد که مردم در اطراف دین باشند، دین را وارد زندگی خودشون بکنن و مفاسد بیدینی در جامعه کاسته می شود و اون حیات طیبه‌ای که اسلام عزیز برای اونها ترسیم کرده به آن دسترسی پیدا خواهند کرد. پیغمبر اکرم فرمودن انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. تشریف آوردن، خدای عزوجل وجود مبارک رسول الله را مبعوث کردند برای اینکه اخلاق حسنه را تعلیم آحاد بشر بدن. بشریت به سعادت نائل نمی شود مگر اینکه خلق بشر خلق الهی بشه، خلق حسن بشه، خلق آسمانی بشه. با اخلاق حسنه الهی بدی ها کاسته می شود و زندگی های بهتری و زندگی های نوری و طیب و پاک خواهد شد. یا می فرماید انما بعثت رحمتا، یا قرآن کریم می فرماید و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. وجود پر خیر و برکت رسول الله وجودش برای رحمته. رحمت یعنی برطرف کردن نقص. نقص انسان ها را تبدیل به کمال میکنه، ضعف انسان را به قوت تبدیل میکنه، جهل و نادانی انسان را به علم و نور تبدیل میکنه، فقر و نداری را به غنا و بی نیازی مبدل میکنه. بنابراین تمام نیازهای
بشر برای تحصیل سعادت حاصل می شود که و وقتی که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مبعوث بشن به رسالت، چون رسالتشون برای رحمت است، رحمتا للعالمین، برای همه این وجود مبارک رحمت است و رافع نقص و جبران کننده نقص هاست. البته باید در جامعه ما ها زندگی کنیم که ما را به اهداف رسول الله برساند. بعضی از جوامع جوامعی است که حاکمان برش انسان هایی هستند که نمیخوان مردم روشن بشن، نمیخوان مردم با دین آشنایی پیدا کنند. ما باید سعی کنیم در جامعه باشیم و حاکمان ما حاکمانی باشند که ما را نزدیک کنند به اهداف عالیه آقا رسول الله صلی الله علیه و آله. لذا وقتی از حضرت سوال میکنن که در چه جامعه باشیم، با کی نشست و برخاست کنیم، رهبران جامعه ما باید چگونه باشند، کسانی که زمام امر مردم را به دست میگیرند، اینها باید چه خلق خویی داشته باشند تا مردم بتونن راه پاک را پیدا کنن، راه درست را پیدا کنن، بتونن به اون اهداف پیامبران نزدیک بشن. آقا رسول الله در جواب فرمودن اذا جالستم فجالسو من یزید فی علمکم منطقه. رهبران شما باید چنین باشن که وقتی با اونها مجالست بکنید، اثر مجالست با اونها زیاد شدن علم و دانش شماست. یعنی پیشوایان یک جامعه باید در صدد بالا رفتن فرهنگ جامعه باشند، در صدد آگاه شدن مردم باشند، دانا شدن مردم باشند، باید کاری بکنن که معرفت مردم به حقایق بیشتر بشه. چون هرچی حقیقت روشنتر بشه، هرچه علم و دانش بشر بیشتر بشه و جهل کمتر بشود، قطعا خیر و صلاح اون جامعه بیشتره و فساد اون جامعه و ضررهای اون جامعه قطعا کمتر خواهد بود. میفرماید پیشوایان شما و کسی که با او شما مجالست دارید باید چنان باشد که یذکرکم الله رؤیته. وقتی به چهرهش نگاه کنید او شما را به یاد خدای تبارک و تعالی بیندازه و یرغبکم فی الاخرت عمله. عملش چنان باشد که شما را به آخرت دعوت کنه، شما را نسبت به آخرت مشتاقتون کنه، راغب بشید به آخرت و از محبت و از علاقه به دنیا در دلتون کمتر بشه. ازا میبینیم یک کسانی که در جهنم قرار گرفتن و آتش جهنم شامل حال اونها میشه، وقتی از اونها سوال میشه که علت قرار گرفتنتون در جهنم چیه، میگن رهبران ما را به این کار وادار کردن، زمامداران ما کسانی بودن که ما از اونها اطاعت کردیم، بر اثر اطاعت از اونها اونا نگذاشتن حقایق برای ما روشن بشه، نگذاشتن اون چی که باید بفهمیم. در سوره مبارکه احزاب آیه 67 میفرماید و قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا. علتی که الان گرفتاریم در این آتش جهنم علتش این است که ما اطاعت کردیم از بزرگترها، ما سربران ما، از پیشوایان ما، از بزرگترهای ما، فاضلون السبیل. اینا متاسفانه خلاصه راه را بر ما گم کردن و باعث شدن که ما در صراط مستقیم هدایت قرار نگیریم، که البته این عذرخواهی اونها قابل پذیرش نیست. اینا باید حواسشون در دنیا جمع می‌کردن و سعی میکردن در جامعه زندگی کنن که اون جامعه جامعه مطیع خدای عزوجل باشد و جامعه نورانی
ایمانی باشد. یه عده را بهشون میگن که خب الم تکن ارض الله واسعه، در فلان منطقه شما زندگی میکردید که اجازتون نمیدادن مطیع خدا باشید، اجازه بهتون نمیدادن که به اهداف پیامبران شما نزدیک بشید. خب زمین خدا که محدود به اون مکان نبود، زمین خدا واسع بود، میتونستین شما هجرت کنید، از جایی برید به جای دیگری که پیشوایان شما و زمامداران شما کسانی باشند که شما را به اون اهداف عالیه پیامبران برسانند. از جمله کارهای دیگری که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله با بعثتشون انجام دادن بر اساس کلام نورانی حضرت زهرا علیه السلام در این خطبه شریف می‌فرماید کشف عن القلوب بهمها، یعنی اون امور مبهم، اون امور غیر معلوم، اونها را آقا رسول الله ازش پرده برداری کردند، از قلوب و از دلها اون چی که پرده بود و باعث جهلشون بود و باعث نادانیشون بود، اون پرده ها را از روی دلها برداشتن و این نشان میداد که قلوب دارای مکان ارزشمندیه، دارای اهمیتیه و دین فقط به ظاهر نگاه نمیکنه، بلکه نسبت به قلب و دلها توجه حائز اهمیتی داره. از این جهت آیه شریفه قرآن میفرماید سرمایه‌ای که به درد انسان میخورد در آخرت و سعادت ابدی انسان را تأمین میکنه چیه؟ میفرماید یوم لا ینفع مال ولا بنون، مال و بنون این برای ظاهر زندگیه، لذا به درد آخرت اینها نمیخوره، الا من اتى الله بقلب سلیم، باید وارد بر خدای عز و جل انسان بشه با داشتن قلب سلیم، یعنی اون که مورد توجه دین مبین است، آبادسازی قلب، قلب باید نورانی بشه، قلب باید صاحب ایمان بشه، قلب باید صاحب معرفت بشه. لذا روایات در ذیل این آیه شریفه میفرماید، من جمله از این روایت، روایتی که از رسول الله صلی الله علیه و آله به ما رسیده، میفرماید ان الله لا ينظر الى صوركم واعمالكم، خدای عز و جل به این چهره های شما و اعمال شما نگاه نمیکنه، قبل از آن ينظر الى قلوبكم، به دلهای شما نگاه میکند و نیاتکم، به نیت در قلب شما خدای عز و جل نگاه میکند. نیت المؤمن خیر من عمله، نیت از عمل، نیت انسان از عمل انسان این بهتره، که البته این معانی دارد این حدیث بله. شریف، نیت المؤمن خیر من عمله، یکی از معانیش این است که نیت دیگه خالصه، در نیت انسان نمیتوند ریا کنه، چون امر قلبیه، برخلاف عمل ظاهر، ممکن انسان عمل ظاهرش را بخواد درش ریا کنه و اون را نشان دیگران بده. معانی دارد، یکی از معانیش را عرض کردم. یا امام صادق علیه السلام میفرماید در وقتی که حضرت موسی علی نبینا و آله و سلم داشتن مردم را ارشاد میکردن و موعظه میکردن و اونها را توجه میدادن به خدای عز و جل، قام رجلون، همون هنگام یک مردی ایستاد، فشق قمیصه، از شدت تأثیر موعظه در دل این شخص این چکار کرد؟ ایستاد و پیراهن خودش رو پاره کرد. فاوحى الله عز و جل الیه، خدای عز و جل به موسی وحی کرد و فرمود یا موسی قل له لا تشق قمیصک، پیراهنت رو برای ما پاره نکن، ولکن اشرح لی عن صدرک، تو شرح صدر باید داشته باشی، یعنی باید خودت را قلبا جوری آماده کنی که مطیع ما باشی و فرامین ما را گوش بدی و تحمل کنی دستورات ما را. این را خدای عز و جل از ما خواسته، یعنی قلب را از ما خواسته، قلب باید آماده بشه
برای پذیرش احکام آسمانی و احکام الهی. لذا از اهدافی که آقا رسول الله داشتن همین بود، کشف عن القلوب بهمها، یعنی اون امور نامعلوم، اون امور مبهم، متشابهات، اون اموری که احتیاج به توضیح داره، احتیاج به تفسیر داره، اونها رو برای مردم از روی دلها چکار کرد؟ آقا رسول الله روشن کرد، برطرف کرد. و باز در اهمیت قلب پیغمبر اکرم می‌فرماید ما من عبد الا و فی وجهه عینان یبصر بها امر الدنیا و عینان فی قلبه یبصر بهما امر الاخره. هر انسانی دو چشم خدای عزوجل براش قرار داده است در سر، که با دو چشم سر امر دنیا را نگاه میکنه. چشم سر لازم است برای اینکه انسان امور دنیا را ببینه و در دنیا زندگی کنه، و زندگی در دنیا نیازمنده به چشم سره. اما دو چشم دیگری خدای تبارک و تعالی برای انسان قرار داده است و اون مربوط به قلب انسانه، و عینان فی قلبه، که با چشم قلب یبصر بهما امر الاخره، امر آخرت را با چشم قلب میبینه. یعنی اگر کسی خدای نکرده چشم قلبش تاریک باشه یا چشم قلبش کور باشه، این آخرت را آخرت را نمیبینه و محروم میشد از زندگی در آخرت. میفرماد فاذا اراد الله بعبد خیرا، هرگاه خدای عزوجل اراده کند نسبت به بنده ای از بندگانش خیری برساند، فتح عینیه اللتین فی قلبه، اون دو چشم قلبش را براش باز میکنه و روشن میکنه. فابصر بهما ما وعده بالغیب، با اون چشم دل خواهد دید اون وعده های الهی که خدا در غیب بهش وعده اش را داده است، اون ثواب های عظیم آخرتی به چشم سر الان دیده نمیشن. انسان باید ایمان قلبی و با چشم قلب باید به اون ثواب های بی حد و اندازه خداوند انسان نظر کنه، که متاسفانه بشر وقتی در دنیا زندگی میکنه این ظواهر دنیا اونقدر زیاده که باعث میشد باعث میشد که اون چشم دلش حقایق را نبینه. آقا رسول الله میفرماد لولا الشیاطین یحومون علی قلوب بنی آدم، اگر این شیطان ها در اطراف دل بنی آدم حرکت و گردش نمی کردن لنظروا الی الملکوت، اینا با چشم دلشون میتونستن به ملکوت اعلا نظر بکنن. یعنی چنان چشمی در قلب خدای متعال به انسان مرحمت کرده که میتواند همه امور را، حقایق امور را ببینه و از باطل کلن جدا بشه. ولی این شیطان ها اجازه نمیدن، شیطان ها میان اطراف قلب انسان، اطراف قلب انسان را احاطه میکنن و باعث میشد انسان چشم دلش بسته بشه و فقط همون چشم ظاهر را بهش توجه میکنه. و امام صادق سلام الله علیه در مقام بیان کردن صفات شیعیانشون، که شیعیان دارای چه صفتی هستند، چه امتیازی دارن شیعه ها از دیگران، میفرماد انما شیعتنا اصحاب الاربعة اعیون، شیعیان ما اونایی هستند که چهار تا چشم خدای تبارک و تعالی بهشون مرحمت کرده، عینان فر رأس، دو چشم، چشم سر که همه دارن، و عینان فی القلب، دو چشم قلب هم خدای عزوجل بهشون مرحمت کرده. بعد میفرمایند الا والخلائق كلهم كذلك، همه مخلوقات اینطورن. خدای عزوجل امتیاز قائل نمیشد بین بندگانش، به همه این چهار تا چشم را داده است. الا اینکه چی؟ الا اینکه دیگران
دو چشم قلب خودشون را متاسفانه میبندن، حقایق را نمیبینن، میرن سراغ غیر امام صادق، رفتن سراغ دیگران، امیر المومنین رو گذاشتن کنار، رفتن سراغ فلانی و فلانی. بله. الا ان الله عز و جل فتح ابصارکم، خدای عز و جل لطف کرده، عنایت کرده، اون چشم بصیرت را به شما داده است و چشم بصیرت شما را باز کرده، و اعما ابصارهم، و چشم دیگران را کور کرده است. اونها کورن که نور امیر المومنین علیه السلام را نمی بینن، نور امام صادق علیه السلام را نمی بینن. بنابراین چشم قلب اهمیت به سزایی دارد و آخر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم با بعثتشون چکار کردن؟ این تاریکی های از روی قلب را برداشتن تا بشر بتوند حقایق امور را اونجور که هست ببینه و درک بکنه و تسلیم حقیقت بشه. و بصرهم من العمایه، میفرماید آقا رسول الله بهشون، به اینها بصیرت داد و اونها را از کوری، از کوری دل اینها را نجات داد، به مردم بصیرت بخشید آقا رسول الله. و این اهمیت بصیرت و بینش را میرساند که چقدر تأثیر دارد در رشد و کمال انسان. انسان اگه بخواد رشید بشه و به کمال برسه باید با بصیرت باشه، نه فقط دارای چشم ظاهر باشه، بلکه باید چشم قلبش باز باشه و چشم قلبش روشن باشه. قرآن کریم میفرماید افلم یسیروا فی الارض، آیا در زمین سیر نمی کنن؟ چرا در زمین حرکت نمی کنن، سیر نمی کنن، گردش نمی کنن؟ فتکون لهم قلوب یعقلون بها، گردش کنن تا عبرت بگیرن، تا قلبی پیدا کنن که با این قلب حقایق را تعقل کنن، واقعیات را درک بکنن. بله. فانها لا تعمل ابصار، این چشم ظاهر این کور نیست، چشم ظاهر میبینه. لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي فی الصدور، متاسفانه اون قلب هایی که در درون انسانه اون کور میشه و اون نمیتوند حقایق را ببینه. لذا میفرماید داشتن چنین چشم کوری موجب هلاکت انسانه. و پیغمبر اکرم، ائمه هدا علیه السلام، جمیع انبیاء و مرسلین، اینها اومدن تا اونی که موجب هلاکت انسانه اون را از بشر برداره. اونی که باعث هلاکت انسانه کوری قلب، کوری دل، نه کوری چشم ظاهره. یا در آیه دیگری میفرماید ولقد ذرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، میفرماید عاقبت بسیار از مردم جهنمه، ما خلقشون کردیم اینها رو برای جهنم. چرا؟ چون لهم قلوب لا يفقهون بها، الله. بهشون قلب دادیم، با قلبشون باید بفهمن حقایق را، تفقه، اما با داشتن قلب حقیقت را نمیفهمه. 30 سال، 40 سال، 50 سال، 100 سال زندگی میکنه بدون شناختن حق و بدون شناختن حقیقت، نمیدوند خالقش کیه، برای چه خلق شده، در چه موقعیتی هست، خالقش از دستش راضیه، راضی نیست، سرانجام امرش آیا سعادت، آیا شقاوت، اصلا توجه به این امور ندارد. اینا عاقبتشون همون جهنمه. ولقد درعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، چرا؟ چون قلوبی دارن که لا یفقهون بها، ولهم اعیون، ما چشم بهش دادیم. بله. که با این چشم آیات خدا را ببینه و توجه پیدا کنه به پروردگار متعال، اما متاسفانه لا یبصرون بها، با چشم اون آیات را نمیبینه. و لهم آذانون، گوش هم بهشون دادیم که به مواعظ انبیا، مواعظ قرآن کریم گوش بدن، هدایت بشن، روشن بشن، اما لا یسمعون
به ها با این گوششون چیز را یعنی حقیقت را نمیشنوند. اولایی که کل انعام، اینا مسئله شون همچون مسئله چهارپایانه، همینطوری که چهارپایان بدون درک و بدون فهم و بدون شعورن، اینا هم فاقد درک و شعور میشن، بلکه بالاترن، بل هم اولو، بلکه اینها منزلتشون از مقام حیوانیت هم پایین تر خواهد بود. چرا؟ اولئک هم الغافلون، چون اینها از حق و حقیقت غافل هستند. بنابراین قلب اینجا حرف اول رو میزنه و انبیا علیهم السلام مبعوث شدن برای اینکه این قلب انسان رو روشن کنن، قلب انسان توجه پیدا کند به حقایق. و امیر المؤمنین علیه السلام ازش روایت نقل شده در ذیل همین آیه شریفه، میفرماد نظر البصر لا یجدی اذا عمیت البصیره، اگر چشم بصیرت انسان کور باشه و چشم بصیرت انسان نداشته باشه، قلبش نتوند حقایق را درک کنه و بفهمه و مطیع حقایق باشه، این نظر چشم سر چه ارزشی دارد؟ نظر چشم سر را حیوانات هم دارن، از انسان خواستن که اون نگاه باطل را داشته باشه، اون چشم قلبی را داشته باشه و با چشم قلب امور را ببینه و حقایق را درک بکنه. لذا می فرماد لیس الاعمى من یعمى بصره، کور اون نیست که چشم سر را نداشته باشه و از دست داده باشه. انما الاعمى، اعمای به معنای واقعی، کور به معنای واقعی، من تعمى بصیرته، اونی که بصیرت نداشته باشه، اونی که بینش نداشته باشه، یعنی اونی که حقایق را درک نکنه، خدا را نشناسه، صفات خدا را نشناسه، خلیفه خدا را نشناسه، احکام الهی را نشناسه. وقتی اینجا نشناخت، در آخرت هم به فراموشی این شخص سپرده میشه. من کان فی هذه اعمى، اونی که در اینجا قلب او نسبت به حق کور باشه و حق بین اینجا نباشد، فهو فی الاخرت اعمى، در آخرت هم کور خواهد بود از راه دهش، راه دهش را بهش نشان نمیدن. و اولو سبیلا، بلکه از طریق حق و از طریق سعادت بسیار این شخص دوره. و آیه آخر میفرماد من اعرض عن ذکری، هر کسی سرپیچی کند از حقایق امور و از یاد خدا و از دستورات خدای عز و جل سرپیچی کنه، یعنی با قلبش حقایق را نشناسه و منکر حقایق بشه، فان له معیشه ضنکا، یک زندگی دشواری برای او خواهد بود، همینطوری که الان امروز مشاهده میکنیم زندگی بشر یک زندگی سختیه، جنگ ها حاکمه، بیماری ها حاکمه، ناراحتی های روحی بر زندگی بشر حاکمه، این مال دنیاشه. و نحشره یوم القیامت اعما، در قیامت هم او را کور محشور میکنیم. وقت اونجا اعتراض میکنه، میگه یا رب لما حشرتنی اعما، چرا من کور محشورم کردی؟ وقت کنتو بصیرا، من که در دنیا چشم داشتم. بله، بهش گفته میشه بله تو چشم سر داشتی، ولی آیات ما را با چشم قلب و چشم دل ندیدی، انکار کردی. قال کذالک اتتک آیاتنا، آیات ما به سوی تو آمد، فنسیتها، آیات ما را تو فراموش کردی، و کذالک الیوم تنسا، امروز هم تو مورد فراموشی قرار میگیری. یعنی از نعمتهای بی پایان خدای عز و جل سود نخواهی بود برد در آخرت. چرا؟ چون در دنیا کوروار زندگی کردی و حقایق را نشناختی. بنابراین هدف از بعثت انبیا روشن کردن اون ضمیر انسانه، روشن کردن اون چشم دل انسانه. خیلی ممنون و متشکرم. خیلی ممنون و متشکرم جناب استاد بهرمن. دوستان بفرمایید، یک میان برنامه برمیگردیم، سوالات شما عزیزان رو میپرسیم. Oh,
خب الحمدلله الذي هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. واقعا جای شکر داره که میتونیم چشم قلب باز کنیم و حداقل بدونیم که ولایت امیرالمومنین علیه السلام رو قبول کردیم و از دشمنانشون بیزاریم. خیلی صحبت و خیلی سوالات بسیاری هست در این موضوع بصیرت و چشم قلب، بینایی قلب و کورکورانه اطاعت نکردن از غیر اهل بیت، اطاعت کردن از غیر اهل بیت. انشاءالله اگر سوالی براتون پیش میاد به 2096477300044 314 واتساپ یا تلگرام کنید. دوستان عزیز، مسلما شماهایی که در بخش قبلی تماس میگرفتید سوال در این زمینه داشتین، محبتا برای ما پیامش کنید تا بتونیم بپرسیم از جناب استاد بهرمند، چون میدونید ما در این برنامه بنای بر جواب دادن تماس نداریم. و اما سوالاتی که برای امروز انتخاب شده در این چند دقیقه پایانی برنامه. بسم الله الرحمن الرحیم. کسی که خمس مال خود را ندهد، آیا نماز و روزش قبول می شود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عباداتی مثل نماز و مثل روزه، اینا دارای دو جهته. یک جهت صحت عبادت و جهت دیگر جهت قبولی عبادت. خمس ارتباطی با صحت روزه نداره. بله. هیچ ارتباطی نداره. ارتباط دارد با صحت نماز. اگر کسی مثلا خمس مالش را نداده و با خمس با مالی که خمس بابتش بدهکاره لباسی بخره، نمیتونه با این لباس نماز بخونه. اما خدمتون عارضم، قبولی اعمال اون شرایطی داره. قبولی غیر صحت، قبولی اعمال شرایطی داره. از جمله شرایطش این است که انسان باید گناه انجام بله نده و از گناهان بزرگ ندادن خمسه. لذا می فرماید انما یتقبل الله من المتقین، از آدم های با تقوا عمل قبول می شود. و کسی که خمس نمیده، این کارش خلاف تقواست و اعمال او مورد قبول خدای عز و جل قرار نمی گیره. متشکرم. تقریبا 3 دقیقه فرصت داریم. اگر انسان مسلمان بدن مرده غیر مسلمان را لمس کند، آیا غسل مس میت واجب می شود بر او؟ بل بدن مرده، چه مسلمان باشد چه غیر مسلمان، اگر سرد شده باشه و غسلش نداده باشن، اگر این بدن را ما لمس کنیم، این غسل بر ما حتما واجب میشه. فرق نمی کند که مرده مرده مسلمان باشه یا مرده غیر مسلمان. بله. بیننده بزرگواری پیام دادن که بنده در ایران زندگی می کنم، آیا خوردن مرغ هایی که با دستگاه ذبح می شود اشکال دارد؟ اگه شرایط ذبح شرعی رو داشته باشه، بله بله اشکالی نداره. شرایطش چیه؟ شرایطش این است که ذابح، اون ذبح کننده، باید مسلمان باشه، با آهن سر بریده بشه، حیوان در هنگام ذبح صورتش رو به قبله باشه، شکمش، صورتش، دست و پاش اون حیوان رو به قبله باشه، و اون ذابح هنگام ذبح نام خدای عز و جل را هم به زبان جاری کنه، بسم الله بگه و ذبح کنه. بعد سر بریدن حیوان، حیوان حرکت بکنه. شرایط اگر باشه، ولو با دستگاه باشه، اشکالی نداره. آقا این سوگ المسلمین و این چیزها هم به این مسئله ربطی داره یا خیر؟ نه دیگه، وقتی که گوشت اومد، ذبح رو دارن بله گوشت وقتی که آمد در بازار مسلمین و شک داریم که آیا ذبح شرعی شده یا نشده، چون بازار مسلمینه، باید حملش کنیم به اینکه این طاهر و مشکلی نداره. مشکلی نداره. متشکرم. کمتر از 2 دقیقه. ببخشید، یک سوال 1 دقیقه. آقا اجازه میدید ادامه رو بذاریم برای برنامه بعد؟ بر خدمتونم. ممنونم از شما. انشالله الباقی سوالات شما عزیزان میمونه برای برنامه بعد. مسلما سوالاتی که پرسیده نشد
به خاطر طولانی بودن جوابشون هست. دوستان عزیز، یک بار دیگه عرض میکنم که انشالله میتونید همراه برنامه معراج باشید هر روز غیر از جمعه ها ساعت 12:45 به وقت کربلای معلا و 13:15 به وقت مشهد مقدس. هر جا هستید در پناه امیرالمومنین علیه السلام باشید. یا علی. حسن باشید.